و همه دوستایی که در پایان لایف 487 نفر حضور دارند، من خیلی منتظر ماندم و فکر کنم که 3 دقیقه کافی نیست. 4 دقیقه شما صحبت کنیم، من این ساعت قطع میکنم. 4 دقیقه شما صحبت کنیم، 3 دقیقه کافی نیست. من در یک باور هستم. خب نظر آقای شهزاد و مربوط خودش بود در رابطه با حمایتگر طالب، اما نظر من این است که حمایتگر طالب در دو صورت یک شخص بوده میتونه، یکی که در درون افغانستان یک گروگان داشته باشه پیش طالب، و دومی که مزد بگیره از اداره طالب. در غیر صورت اگر پیوند زبانی در میان نباشه، اوی که از طالب حمایت میکنه او در حقیقت در بیراه میره. و یک موضوع دیگه ای که اصلا مسلک خودت که مسلک مقدس ژورنالیسم است، حکم ژورنالیسم اصلا ژورنالیست چی است و وظیفه یک ژورنالیست به عنوان یک انسان دارای وجدان زنده اصلا چی است؟ جهت پذیری، یک طرف واقع شدن، یا نه ای که بی طرف بودن و حقیقت انعکاس دادن؟ موضوع دوم. موضوع سوم اینه که وقتی خودت گفتی که در جنوب تیاره ها میامد خانه ها را بمبارد میکرد و اینقدر مردم کشته میشد، در جنوب اگر تیاره میامد بمبارد میکرد، چرا اصلا طالب اولین بار از المند شکل گرفت؟ لنگ دادالله در المند پیدا شد و از اونمونجا جبهه شکل گرفت و سرقماندان قوای مسلح کی بود؟ اگه حامد کرزی بود یا غنی بود، اردویش همزبان خودشان بودن و از قوم خودشان بودن و در دستور خارج بود یا داخل بود، میرفت تیاره و میگفت برو بمبارد کو. من تاجیک بمبارد نکدیم، یا توی ازاره بمبارد نکدی. اگر هر جنگی که بود بین خودشان بود. و ضمناً ای که ما میگیم که عصف از نظر ما چیزی که برای مهم است، عصف زبان و قوم هیچگاه برای پذیرفتنی نیست. وقتی که مولانا هیچگاه در هیچ تنظیمی نبوده، 700 سال قبل در گذشته، در دیوار مزار شریف عکس کاشیکاری شدهش با تیشه تراش میشه. اصلا به وقتی که معین اطلاعات و فرهنگ طالبان میآید و بامیار میگه ما زبان فارسی نیاز نداریم، اصلا جایگاه ما در او سرزمین در کجاست؟ با اون که سرزمین بومی ما است. و ما بیایم به گونه خودت در دستگاه فاشیسم طالبانی خوشخدمتی کنم؟ یعنی چی؟ ضمناً خودت که وقتی میگه که اینا وابستگان نیستن، ملا برادر و ملا متقی در میدان قندار از کدام تیاره پایان شد؟ اگر میگه عکسش برات بفرستم امیاله، از تیاره آمریکا پایان شد یا از کدام آدرس دیگه؟ ای که خودت میگه که 40 میلیون دلار برای طالب نمیرسه، اعضای سناتور امریکا کانگرس امریکا یخن رئیس جمهور گرفته که پولای ما در پولای تکس مردم امریکا در جیب 4 تا تروریست میره، پولی که در اونجا در افغانستان داخل شوه، مواد خوراکه را در حضور ما که ما در سمنگان حضور داشتم در آغاز سقوط یک ماه دو ماهی که بودم، مردمی که کارت اول در چمن سمنگان توزیع شد، کارت برای عام و خاص 50-50 افغانی گرفتن، روزی که توزیع شد در مجموع از روی تذکره و زبان مواد کمکی ملل متحده دادن. او آدمایی که 4 بوجی گندم ملل متحده میگیره، او آدم پول نقد امریکا را باز میمونه که در اختیار ملل متحد بیای برای مردم عام توزیع شوه؟ اصلا شما از کدام منطق حرف میزنید؟ ای که وقتی که خود باسواد میگی و زیر سوال رفتن عصیب شهرزاد تحمل نداری که گویا ما از طیف باسواد جامعه هستم. ببین در وجود انسان ضمن از اینکه عقل وجود داره، شعور وجود داره، چیزی به نام منطق وجود داره. هیچگاه منطق زنده ای حکم نمیکنه که اصلا تو در 4 تا سرکی که در درون کشور ساخته میشه مردم فریب یک لحظه من آخر این گپ رو میذارم. ببینید معادن ما در نرخ پیاز و کچالو در اختیار چین مانده شده، میگه تو سرکا را قیل کو ما تخریب میکنم، تمام ساحات تاجیک نشین و هزاره نشین سرکشی میکنم، چرا همین ما رو با سازی در دیگه ولایت جریان نداره؟
در کابل به خاطر جریان داره که هستی مردم تاجیک و هزاره را در هر جایی که از زیر بلدوزر کنن نقشه بکشن سرش. شما از کدام وجدان زنده؟ شما جورنالیست هستید. گفتم حکم مقدس مسلک تو این نیست که تو روی وجدانت پای بگذاری. درست بگذار لعنت دستر طالبش هم از دیگه شم مسلکت برای اهمیت داشته باشه. سپاس مشنونده است. قربان شما، سپاس، لطف کردیم. چند تا سوالی که متوجه ما بود با این پاسخاتم. خبرنگار گفتین، ما ژورنالیسم خواندم، 10 سال اولین کار عملی کار کردم، زمانی که من سنف ده مکتب بودم وارد دنیای رسانه شدم که تا بال مشغول هستم. ولی شما در تیک تاک یا یوتیوب از ما منتظر از این نباشین که ما قوانین ژورنالیسم را مراعات بکنم. یعنی من میخوام میره اعتراف بکنم که من درست پس هیچ گاهی ادعا نکنی که من ژورنالیست بودم یا هستم. یعنی این فصل او اصلا شهرزاد پویا کاملا مرد و تو یک کس دیگه هستی، یک مورد خدمت امارت. بله با افتخار. ببینین من یعنی یک خو کسی که میگه خبرنگار نیستم، یعنی او نخوانده نمیفهمه چیزی را، معلومات نداره. من میگم من خواندم میفهمم، تمام اساساتش را بلد هستم، ولی وضعیت به شکل است که من او را نمیتونم. دمی داخل تیک تاک و سوشال میدیا شما یک خبرنگار را برای من پیدا بکنین که تمام قوانین خبرنگار را مراعات بکنه، چون همچین چیزی امکان نداره. در اینجا وضعیت بسیار زیاد به شکل است که ما و شما نمیتونیم بریم. دو، عکس مولانا سید خیل گفتین که طالبا گرفته کاشیکاری شده را. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مولانا سید خیل نه، مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر معروف زبان فارسی که 700 سال قبل درگذشته. خب شما آقای بلخی گفتین، آقای ما سید خیل شینه. بر صورت امیر برای ما در یک جای نشان بتین که تحت یک فرمان امی کار شده باشه، یعنی از امارت اسلامی یک فرمان صادر شده باشه و یک کسی از امارت اسلامی گفته باشه که ما به ضد مولانا جلال الدین بلخی هستیم. ای که گذشته حتی در روضه شریف چقدر جاها خراب بود، او را بازسازی کردن، لایت شاندن، جور کردن، صفاکاری هم کردن. اگر یک کس رفته از میان اینها، من نمیگم که رد نمیکنم، اگر یک کس رفته یک اشتباهی کرده، یک جهالت کرده، مطمئن باشین که تنبیه هم شده. گفتین پول آمریکا، این خود کار شماست. بویا عزیز گپت فراموشت نشه. ببین بدون اجازه طالب کسی میتونه که در دیوار رسمی یک چهارا دست بزنه، تیشه بزنه، خوازه بسته کنه و با تیشه و کلند بکنه سنگ کاشیکاری شده عکس یک چیره. یعنی تو فکر میکنی که ما همه قدر ما گفتیم مردم مغز خر خوردیم که همی گپه که در این ضعف منطق جدا وجود داره ما میپذیریم؟ درست شما به خود توهین نکنین، گوش کنین. من چی میگم براتون، طالب نگفته برین دوزی کنین، طالب نگفته برین قتل کنین، ولی قتل صورت میگیره، دوزی صورت میگیره. طالب نگفته برو راه بگی، ولی راه را میگیرن مردم. طالب هزار چیز دیگر هم برخلافش است، ولی اتفاق افتاده. حتی از خود کسانی که بسیار پایین رتبه بودن، یک عسکر امارت اسلامی رفته اشتباه کرده که بازداشت شده، افتاده داخل زندان است. کردن بعدش هم شما گفتین که پول آمریکا ما به منابع معتبر اعتبار میکنیم، نه اینکه ما بیایم یک صحبت بکنیم تو باور بکنی و تو بیای یک گپ بزنیم ما را باور بکنم. آمریکا خودش میگه. اصلا کنگرس آمریکا را قبول داری؟ بله. من میگم بله. من برات میفرستم. ما خدا و راستی اگر دو تلفن میداشتم همین لحظه برادر. ما دیدیم کنگرس آمریکا میگه که دلیل شکست آمریکا چی بود؟ یعنی که ما شکست خوردیم. بعدش هم ترامپ. ببین کدام شکست؟ همون شکسته که یک تیاری بی پیلوت میبرای ملاحبت الله موشخانه میپاله، همون شکست. کدام شکست؟ من باز بر شما تکرار میکنم، شما به آنچه مهم است، من صحبت شما و تحلیل شما و برداشت شما یا خبری که شما برای من میتونه مهم نیست. خبری برای مهم است که اون مسئول باشه. او طرف رئیس جمهور قبلی آمریکا میگه که ما شکست خوردیم در افغانستان، ولی همچین شکست افتضاح خوردیم که در رسواترین شکست تاریخ بود در طول تاریخ آمریکا. این حرف من نیست، در یوتیوب موجود است، برین ببینین. درست است. ایناله میمونه بس پول.
آمریکا میگه من پولا میتونم به یونما و ده تا دفتر دیگه که اونجاست اونا خودشان میفهمن در بازسازی و دیگه پا مصرف میکنن، درست است؟ و طالبان میگه که ما این پول را نمیگیریم. طالب میگه من نمیگیرم، فرستنده که آمریکاست میگه من نمیتونم با امارات اسلامی. خب من چیکار کنم؟ خیر پس گپ شما را قبول کنم؟ هیچ اسناد مبنی بر این موجود نیست که امیر بر طالب میتا. برای ما مرجعای رسمی مهم است. مثلا من پول دهنده هستم، من میگم که آقا جان پول را من به بشیر شیوا نمیتم. در خانه بشیر شیوا یک سری چیزها هست که مسئولیتش برمیگرده بر من، چون من خرابش کردم، من جور میکنم پول را به خاطر ازو میتم. من شخصا بشیر شیوا منظور من نیست. آمریکا اینطور میگه، میگه آمریکا هزار تا دلیل دیگه داره میگه به خاطر یعنی یونماز اونجا ما هزار دفتر دیگه شما دوجا میبینید که با ساز از پل جور میکنه، پل چک جور میکنه، سرای قیر میکنه، در آموزش و پرورش این گپا کار میکنن. که ما گزارش سیگار خواندین جان؟ گزارش سیگار خواندین؟ بله. دمو چی گفته بود؟ ببینین سیگار گفته بود که در بعض مواقع، در بعض مواقع وقتی که کمک ها میشه افراد طالبان یا فرماندهان طالبان گاهی وقتایی را میگیره به خودشان، متوجه است؟ در بعضی کمک. بله در بعضی موارد. بله در بعضی موارد. دل خنده دار است. در بعضی موارد گزارشات بر ما میرسه که این را میگیرن به خودشان، ولی یونما هم گزارش نشر کرد، یونما هم چنین چیزی را تایید نکرده بود، به خاطر که سیگر گزارش خود را از یونما و اینها میگیره و از بعضی نهادهای دیگر. یونما عملا در افغانستان وجود داره، به او خودش مسئول از این کار است. بر حال بین که نوبت بتیم برای دوستای دیگه فرمان دیگه عزیز اگر اجازه بدین صرف یک کار برای میزنم باز رخصت میشم از پیشتا جناب خان افغان همه منتظر است همی یک کار برای میزن بیاد عزیز اگر اجازه بدین دوستا مسئله زبان را قوم را پیش میاره. ببینین اگر خود را اولادی و سرزمین را میدانین این حرفا را نزنین. شما اگر منطقا فکر بکنین اگر این مروز ملا حیبت الله یک فرمان را صادر بکنه، یک فرمان را صادر بکنه که زبان تاجیکی دری یا فارسی در سر تا سر افغانستان ممنوع باشه، آیا دیجا ما خود نمیدانم بی بیادری که یک روز گفته که طالب با ناموسی ما دست درازی کرده ای که هر چیزی میکه کار خودش است، آیا تو میتانی دمی رویش بگیری؟ ما گوشت هر برای گوشت کن شما صبر کن. طالب کدام شغال که در ناموسی ما دست درازی کنه؟ برای خودت خودت گفتی که دست ما را دراز کرده برای خانه ما خود چیز بوده. آقای شیوا شغال کسی است که تنبانش میمونه و فرار میکنه. اینم در جواب بیترامی خودت. اینجا که آمدی با تربیه باش، اینجا لایف لوچک نیست. مثل آدم گپ بزن آدم برای جواب بده بگه. در غیر او صورت تو برای شغال ها هزار تاش فرار کرد از افغانستان. اگر شما غیرت میداشتین محترم شغال. من امروز یک ویدیو را به خدا تا بالا ندیده بودم، اتفاقا در تیک تاک دیدم در سر پل حیرتان حداقل 40 تا موتر چالان تنبان و دریشی و کمربند افتادگی صاحبش درک نداره. مرگ بر شما باد. هی توف با موزاتتان. خب شما با این رنجرهای زره و با این چیز لا حول خجالت ننگشین با شما میم گرد میزنید برم کنین یک منظره خون سرد باش. خب فکر کنم نوبت ماست که من کوتاه صحبت خودم میکنم. از این آقای ماندیلار است آریا صاحب نوبت بفرمایید بزرگ سفرگیو الله یارتان جور چند مسئله یاد شد، خوب است که در موردش توضیحات داده شود. یکی کمک‌های 40 میلیونی، وقت شما در مورد کمک‌های 40 میلیونی که از پولای بلوکه شده خود افغانستان است برای مردم خود افغانستان به مقاصد بشر دوستانه استفاده میشه باز خواست میکنین، بازم میگم چرا شما از کمک‌های میلیاردی که در دوران جمهوریت میشد و به جیب کسانی میرفت که یا در نظام بودن یا در خدمت نظام بودن، چرا از اونا بازخواست نمیکنین؟ همین بشیر شیوایی که اینجا میای حرف میزنه و دفاع میکنه از به اصطلاح اولاد وطن، خودتو مسئول جوانان جمعیت در مرز بودن. ایوات خیلی مایکتان بسته کنید. ایوات عزیز مایکتان بسته کنید. صدا تنین انداز میشه. شما در اون زمان کمک های میلیاردی را شما و رهبرانتان رهبران و امپراتوران کاغذیتان کمک های میلیاردی را صرف عیش و نوش کردین. زمانی که اولاد وطن
یک لقمه نان پیدا نمیکرد به خاطر خوردن عمود بچه تاجیک، شما بغلاوه ترکی و چاکلیت ایرانی میخوردین که مردم با شکر پیدا نمیکرد که چای خودش شیرین بکنه. امروز تو آمدی حسابگیری میکنی از 40 میلیونی که در هفته کمک میشه برای افغانستان، بسیار زیاد خنده‌دار است. کسی برای خود دی فرصت هم نمیده که تو پرسان کنی که او پولا چی شد و کجا میشه، و خوب هم نیست که ما اینقدر کور شویم که امو خان افغان بسیار خوب گپ زدم پیشتر که بالا شد چون شما ناراحت هستین چون دیگه او دولت و او پولای باد آورده در خدمتتان نیست. بس معادن بازم شیوا صاحب یاد کردن، معادن ما اگر امروز به صورت آبرومند با شرکت‌های چینی و شرکت‌های روسی قرارداد شده و ما حق مشخص خود از او داریم، دیروز انمی معادن در خدمت رهبران جهادی و فرزندانشان بود. سنگ‌های قیمتی، معادن با ارزش ما را اینها قرارداد کرده بودند، حتی تا سمنت و زغال سنگ ما را که نمی جهادی ها و دارو دستش می خورد. کجای معادن دیروز در خدمت مردم افغانستان بود که امروز شما به شرمانه می آین و پرسان میکنین که والا معادن افغانستان در خدمت مردم افغانستان نیست. در یک گفتمان ملی وقت شما می آین بر رهبر اقوام توهین میکنین، وقت میگین لعنت بر سر طالب چنانچه که بارها بشیر شیوا گفت، خو یک بچه پشتون هم میخیزه خیلی ساده میگه لعنت بر احمد شای مسعود، لعنت بر محمد قسیم فهیم، لعنت بر برهان الدین ربانی و تمام مجاهدین دیگر که بارها به نام جهاد و مقاومت و دفاع از نوامیس و دفاع از دین خدا خیستن و این وطن به کام فلاکت و بدبختی بردن. آیا واقعا این لعنت فرستادن ها گرهی از مشکلات ما باز میکنه؟ فکر نمیکنم. عکس مولانا صاحب گفتن، مولانا جلال الدین که تراش شده، ما میگیم بسیار خوب کار شده اتفاقا. ما تا کی تندیس پرستی و پوستر پرستی بکنیم؟ مگر شما یادتان رفته در یه زمان جمهوریت وقتی میرفتین ولایت بلخ، کلان ترین پوستر که در سطح افغانستان موجود بود در پارک فردوسی نست بود، یک عکس کلان از عطا محمد نور در اونجا نست بود. آله فعلا در همین شرایط کنونی، بله صاحب من خیلی کوتاه میکنم، در همین شرایط کنونی شما یک تا پوستر از رهبران امارت اسلامی مردم افغانستان میبینین؟ نمیبینین؟ نه، پس گله نکنین. دوران تندیس پرستی و پوستر پرستی تمام شد. بازم تشکر پویا صاحب، حقایق میگی، ما دوست داریم و در کنارت هستیم. سپاسگزار ماندگار صاحب عزیز. بفرمایید آریا صاحب عزیز. درود مجدد پویا صاحب و بقیه دوستان. ببینند دوستان عزیز، اینجا ما میبینیم که البته پویا صاحب هم که جبهه خود و جنای خود رسما اعلام کرد، اعلام حضور کرد. خب به صورت ما یک موضوع را میگم که البته ایره به هموطنان خود میگم و همتوران خود میگم، طالب از سه عناصر تشکیل شده، متوجه باشیم: نظام قبیله‌ای، بدویت و وحشت که مشروعیت خودمون برای شما میبینیم که از استخبارات منطقه و جهان میگیرد. دوستای عزیز، و دهی سه سال، دهی سه سال که ما شما میبینیم طالب نتانست که اون دوکشا را تسخیر کنه و بتانه آسیای میانه را از کنترل خود، در کنترل خود بگیره و اونجا را ناامن بسازه. و فعلا ما شما میبینیم که این طالب پروژه در حال حاضر جنبندی میشه که چون یک پروژه دیگر پاکستان در دست خود گرفته. خوب دقت کنین دوستای عزیز که یک موضوع دیگر هم براتون اشاره کنم. کسانی که امروز میتازه سر بزرگان ما، سر اجداد ما، سر فرهنگ ما، این را دیاد داشته باشیم، نه چنگیز تانست، نه خلفای راشدین تانست، هیچ کس نتانست که زبان ما را محو کنه و تبار ما را. و این اوندوکش ها در تسخیر اونمو بومی های امین منطقه میباشه و خواهد بود، و هر کسی که همسو با آیسای است و طالب، ما و شما میبینیم که با طالب با آیسای وصف حال همدیگر هستند دوستای عزیز، و کسانی که همراه طالب همسو است و پویای عزیز، شهزاد عزیز، همیشه دوستت می داشته باشیم، خواهد بودیم همسو، و ای که خودت جبهه خودت اعلان کردی، بازم اوقات خوش بست، می خواهیم موفقیت می